تشدید بحران سیاسی عراق، اعتراضات پارلمانی در قبال کودتای مالکی، سایر تحولات و درگیری‌های الانبار. در پی موزگیری شدید اللحن اسامه نجفی رئیس پارلمان عراق در محکومیت اظهارات نوری مالکی که آن را کودتای نظامی علیه مجلس و قانون اساسی عراق توصیف کرد، بحران سیاسی در عراق در آستانه انتخابات این کشور به نحو بی سابقه‌ای تشدید شده و اعتراضات پارلمانی و سیاسی در این رابطه ادامه دارد. در همین حال اسامه نجفی رئیس پارلمان عراق روز پنجشنبه در دفتر رسمیش با بیل برنز معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار کرد. مرکز خبری مجلس عراق اعلام کرد در این دیدار طرفین صحنه سیاسی و بحران‌های متعددی که عراق شاهد آن است، به طور مشخص رابطه بین قوه مقننه و قوه مجریه، بحران بین بغداد و اربیل، بودجه کشور و مشکل استان الانبار را مورد بحث قرار دادند. در این دیدار رئیس پارلمان عراق نگرانی خود درباره التزام به موعد اجرای انتخابات پارلمانی را ابراز داشت و گفت برخی جریان‌های سیاسی نمی‌خواهند انتخابات در مهلت مشخص شده برگزار شود. به گزارش تلویزیون التغییر، مها الدوری نماینده پارلمان عراق از فراکسیون الاحرار از جریان صدر، موضع‌گیری نوری مالکی علیه رئیس پارلمان را دیکتاتوری توصیف کرد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت آنچه که مالکی گفته عین دیکتاتوری است و دعوت از فراکسیونش که در جلسه مجلس شرکت نکنند تعطیل کردن مجلس است. الدوری خاطر نشان کرد اگر توطئه‌ای در کار است، مالکی اولین کسی است که آن را رهبری می کند. او همزمان دشمن و قاضی و شاکی شده است. خبرگزاری نینای عراق گزارش داد بها الاعرجی نماینده دیگر پارلمان عراق از فراکسیون الاحرار از جریان صدر اظهارات مالکی را کودتا علیه قانون اساسی دانست. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر پارلمان گفت پارلمان به مساوی مادر و دولت به مساوی فرزند است و ما سوال می‌کنیم اگر پارلمان غیر قانونی است پس وضعیت فرزند چگونه است؟ خالد الالوانی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف متحدون نیز گفت مالکی می‌خواهد علیه قانون اساسی و مشروعیت مجلس نمایندگان که از قانون اساسی مشروعیت گرفته است کودتا کند. امروز وزیران و مسئولین امنیتی با دستور نخست وزیر در جلسه مجلس حضور نیافتند و این سرکشی در برابر قانون اساسی است. در مورد انزوای سیاسی مالکی و بحران بین حکومت مالکی و اقلیم کردستان، دکتر جبار قادر نویسنده و پژوهشگر در امور کردی به تلویزیون الجزیره گفت روی آوردن دولت مالکی به شیوه مجازات جمعی دولت اقلیم کردستان را وادار می کند تا اقداماتی را در مقابل سیاست‌های دولت مالکی اتخاذ نماید، از جمله خروج از روند سیاسی و تحریم انتخابات به صورت کامل. ما می‌دانیم که مالکی در بسیاری از مناطق عراق در انزوا قرار دارد و اگر اقلیم کردستان هم به این مناطق اضافه شود، میدان محدودی برای تصمیم گیری برای او باقی خواهد ماند. وی افزود من فکر می‌کنم مالکی کارت‌های آخرش را در این ماه و دو ماه دیگری که به انجام انتخابات باقی مانده بازی کرده است. او با یک بحران واقعی در الانبار و در غرب عراق مواجه است و اکنون جبهه دیگری با کردستان باز کرده است. او همچنین مشکلاتی با جریان صدر و با سایر جریانات شیعه دارد. به این دلیل او می‌داند که امکان این که برای بار سوم به حکومت برسد تقریبا محال است. لذا تلاش می‌کند هر چه که در توان دارد را انجام بدهد. درباره تحولات الانبار تلویزیون الجزیره به نقل از شورای نظامی کل انقلابیون عراق خبر داد در درگیری‌های افراد مسلح این شورا و نظامیان مالکی در جنوب شرقی فلوجه تا مناطق ابو غریب در کمربندی بغداد 35 تن از نظامیان مالکی کشته و تعدادی مجروح شدند. نیروهای عشایر تعداد زیادی از نقاط بازرسی و پادگان‌های نظامیان مالکی در این منطقه را تصرف کردند. نیروهای عشایر همچنین 6 خودروی هامر و 1 نفر بر و تعدادی از ادوات نظامی را از بین بردند
و غنایم بسیاری در این پادگان‌ها به دست آوردند. در رخداد دیگر الجزیره گزارش داد شرکت هواپیمایی از شرق الوسط در لبنان اعلام کرد یکی از هواپیماهایش که به سوی بغداد می‌رفت مقامات عراقی به آن ابلاغ کردند به علت اینکه مهدی العامری پسر هادی العامری وزیر راه و ترابری عراق در هواپیما نیست اجازه فرود در فرودگاه بغداد را ندارد. پیش از آن پسر عامری که به علت تأخیر بسیار هواپیما را از دست داده بود در بیروت این شرکت را تهدید می کند که با تلفن زدن به بغداد مانع فرود هواپیما می شود. تلویزیون التغییر گزارش داد شرکت هواپیمایی لبنانی از شرق الوسط اعلام کرد مقامات عراق با چنین اقدامی جان مسافران را با تهدید واقعی مواجه می کنند و از این رو این شرکت همه پروازهایش به بغداد را لغو کرد. رسانه های عربی این اقدام را نمونه حیرت انگیز دیگری از فساد و فضیحت حکومت مالکی ارزیابی کردند.